بسم الله الرحمن الرحیم. قتل‌های زنجیره‌ای و نسل‌کشی مردم هزاره و شیعه در خاص اورزگان. سید علوی از بزرگان و باشندگان خاص اورزگان در مسیر برگشت به خانه‌اش به قتل رسید و تیرباران شد. اگر این نسل‌کشی نیست چیست؟ سلام بر شما دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز 12 سپتامبر هست و 21 سنبله سال 1402 هجری شمسی. منابعی از ولسوالی خاص اورزگان ولایت اورزگان در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که سید علوی از بزرگان و باشندگان منطقه ششپر یا جوینب ولسوالی خاص اورزگان بعد از ظهر امروز زمانی که از دکانش به سمت خانه برمیگشت در مسیر را تیرباران شده است. سید علوی در بازار دکان داشت و امروز بعد از ظهر به سمت خانهش میآمد و در مسیر راه در منطقه در پسته به نام گرماب که این پسته طالبان هست در اون نزدیکیشان ای فرد متاسفانه با ضرب گلوله به قتل رسید است. گفته می شود که چندین مرمی تفنگچه بر بدن او اصابت کرده است. این 15 مورد قتل در خاص اورزگان طی ماهای اخیر هست که مردم هزاره و شیعه این گونه هدف قرار می گیره و این افراد کاملا ملکی هستند و هیچ گونه سابقه نظامی و حتی کار کردن در حکومت ها را نیز نداشته است. چند پیش هم در جریان هستند که حاج بستان دیگر از بزرگان خاص اورزگان توسط افراد در خانهش به قتل رسید. منابع میگویند که گروه طالبان در این زمینه هرگز تلاش نکرده و دنبال قاتلین نیستند، زیرا مردم بارها به طالبان مراجعه کرده و حتی میدانند که چه کسانی پشت این قضایا دست دارد. باشندگان محل میگویند که همسایه هایشان که از قوم پشتون هستند و متعلق به قوم کوتزای دنبال این است که مردم هزاره را از ششپر و جوینه کوج اجباری بدهد. به گفته منابع در طی سالهای اخیر در ولایت اورزگان ده ها قریه این گونه توسط مردم هزاره و شیعه تخلیه شدند، چون از زمان عبدالرحمن خان تا به حالا به صورت مسلسل پروژه جریان داشته که مردم هزاره و شیعه را کوج بده و زمین هایشان را بگیره و خودشان را به قتل برسانه و این گونه به گفته منابع تمام اورزگان از وجود هزاره و شیعه ها پاک شدند و اکنون خاص اورزگان را هم تلاش جریان دارد تا به نحوی از وجود مردم هزاره و شیعه پاک نماید. هزاره ها و شیعه ها زمین هایشان را در طول سالها این گونه از دست دادن، کوج اجباری داده شده، به قتل رسیده و در همین روزهای اخیر شما در جریان هستن که خرمن های مردم در ششپر یا جوینه و آتش زده شدن، خانه هایشان آتش زده شدن، مواشیشان به قتل رسیدن، افراد متعدد متاسفانه به قتل رسیدن و تایی یعنی چند ماه اخیر 15 موردی است که این گونه رخ داده است. مردم میگن خود طالبان در جریان هست و حتی از بین قوم کوتزه خودشان در بین طالبان هست و این قضیه را کاملا میدانند. ما دنبال این قضیه نیستن و میخوان که مردم از اونجا کوچ کنند. طی هفته های اخیر شماره از مردم متاسفانه حتی از اونجا کوچ هم کرده. ما با افراد صحبت کردیم که خودشان را به پاکستان رساندن، با افراد صحبت کردیم خودشان را به کابل رساندن. آنها مدعی هستند که طالبان قصدن در طی سالهای اخیر و حالا تلاش کرده و تلاش میکنه که مردم پشتون اگر با هزارها مشکل داره جلوش گرفته نشه و بگذاریم که مردم هزارها و سادات از اینجا کوچ نماید. دوستای عزیز، این است روایت دردآور در خاص اورزگان. خاص اورزگان زخم ناسوری هست امروز متاسفانه. بدبختانه طالبا به شدت نفاقای قومی و مذهبی رو دامن میزنن. امروز به فکر از این که اگر ما از قوم کوتیزهی که پشتون از حمایت کردیم و در قبال جنایت هایشون سکوت کردیم بگذار چند هزاره و سادات در اونجا هسته کوچ بکنه، این مشکل حل نمیشه. این روند یک دیدگاه منفی را بین اقوام افغانستان به وجود میاره. ما امیدوار هستم که بزرگان پشتون، نخبه های پشتون، سیاستمداران پشتون، جوانان تحصیل کرده پشتون هم در این زمینه صدا بلند بکنن. چند پیش یکی از کادرهای زبان پشتون، یکی از شاعران زبان پشتون، یکی از وزرای زمان آقای غنی بود و کرزی در این مورد صحبتی داشتن و گفتن که کارهایی که طالبان میکنن متاسفانه بسیار وحشتناک است و این تصویری بسیار بد از مردم پشتون در فکر و ذهن اقوام افغانستان به وجود میاره و حتی جهان و یک واقعیت است. اما زمان این استاد زبان پشتو و شاعر زبان پشتو واقعیت گفته بودند. واقعا همین گونه هم هست. امروز طالبا بسیار بیرویه رفتار تبعیض‌آمیز و قومگرایانه ای داره و هرگز به نفع مردم افغانستان نیست. ما امیدوار هستم که نخبه های پشتون، قلمدستان پشتون در کنار ما ایستاد شوند. ما نمیگیم که تو از هزاره دفاع کن، تو از پشتون دفاع کن. این جگه به هزاره و سادات پشتون نباشه، گپ از حق باشه.
و امروز متاسفانه ما در خسارازگان شاهد هستیم. اینه گفتم 15 موردی هست که تا ماهای اخیر این گونه مردم به قتل میرسن. خرمنهای مردم آتش زده شدن. شما اگر تاریخ بخوانید، حتی نویسنده های پشتون اگر ما تاریخ نوشته کرده باشه بخوانید، خسارازگان تا زمانی که عبدالرحمن خان هزارها رو قتل عام نکرد باشندگانش کی بودن؟ ولایت اورزگان، خسارازگان نیم، کل اورزگان. اورزگان تای 20 سال جمهوریت حتی همین گونه متاسفانه تصفیه شدن. تلاش جریان داشت. در زمان کرزی، در زمان غنی ما بسیار بچه‌ها رو می‌شناختیم که اینها سند داشتن، سندهایشون معیار نبود. همون گونه که امروز در بامیان مشاهده می‌تور دعواها هستیم. به زور می‌گیرن، به زور می‌گیرن زمین‌های مردم را. سندسازی می‌کنن، سندهای جعلی می‌سازن. اگر سند نداشتن میسری مردم تلاش میکنه که قرار خط بگیرن. امروز سید علوی رو کشتن، چند وقت پیش حاجی بستان رو کشتن. حاجی بستانی که چند سال پیش حتی فرزندانش رو نمی همسایه هایشان گلونش رو برید و به قتل رسان. 9 نفر از هزاره ها رو به قتل رسان در یک کتل که 2 نفر از بچه های حاجی بستان هم بودن. چند پیش خودش رو متاسفانه به قتل رساندن به صورت بی‌رحمانه و اکنون سید علوی رو این گونه به قتل رساندن. خب بیام و کسایی که می کار کرد یک بار محکم گرفته شما که کی بود، چرا می کار کرد؟ امی شما مردم کامل از امن شاهد هستن. همه ایتم بارها خبرها را هم رسانه ها منتشر کردن، کلیپ ها هم هستن. در یک منطقه هزارنشین اگر در طول سالهای اخیر یک کوچی که در قالب طالب رفته با نیروهای امنیتی جنگ کرده کشته شده، تاوانش از مردم هزاره و سادات گرفته. یا در مناطق تاجیک نشین اگر از تاجیکا گرفته، در مناطق ازبک نشین اگر از ازبکا گرفته. اونجا حتی دنبال از این نبوده که این نفر طالب بوده با حکومتی جنگ کرده کشته شده. حتی دنبال از این نبوده که چی کسی مثلا نمیره کشته. دنبال از این بوده که در فلانی منطقه کشته شده و مردم اون منطقه باید توان بده. حالا یک نفر میگه که خب مردم محله گفته که قوم که نگفتن. شما برین در مناطق بودن که اگر در اون منطقه 3 نفر 2 نفر قوم پشتون زندگی کرده، اونمو 3-4 خانواده تاوان نداده، دیگر را تاوان داده. خب یعنی چی؟ عملا متاسفانه تبعیض اینا سیستماتیک در افغانستان عملی میکنه و به شکل وحشیانه هم عملی میکنه و این متاسفانه افغانستان میبره به یک گودالی و یک سیاچالی که برامدن دیگه از اونجا بسیار سخت است. طی 20 سال اخیر تلاش تا گرفته دادن که اقوام افغانستان تا حدی با هم دیگر نزدیک شد، برچنان که در 7 اخیر حکومت آقای غنی دیگر امر روان از بین رفته بود. اما خب تا حدی در مردم تحصیل کرده بودن، نفاقهای قومی کمتر شده بود. اینی گروه آمده حاکم شده، این گروه خرفتنی است. وقتی که بره یک ویرانی وحشتناک را به جای میگذاره که اقوام افغانستان سالها با هم دیگر بجنگه بزنه، بدبینی بین اقوام افغانستان متاسفانه اینطور حل نمیشه، میمونه و این بسیار خطرناک است، بسیار وحشتناک است. ما می لحظه به پرتگاه رفتیم، مثلا سقوط کردیم داخل گودال. برای بیرون رفتن از این گودال باید یک کاری بکنیم یا نه؟ باید ایستادگی بکنیم، باید کلی مردم کنار هم دیگر باید متحد باشن. امروز نمیگم که ایستادگی برین تفنگ بگیرین بجنگین، شرایطش نیست، مهیا نیست. همه کشورهای منطقه و جهان از طالب حمایت میکنه، منافع خود در حضور طالب میدونن تا زمانی که یک دفعه مشخص شه که طالب بالاخره با کی میره تا طرف مقابلش را که دیگه حمایت بکنه. ولی سکوت نکنید. اگر شما سکوت کردین کلگی فکر میکنه خب این مردم راضی است، خلاص دیگه. باید کشورها، باید دنیا بفهمه که چی با چی است. باید منافع یک کشوری بالاخره در خطر احساس شبه که طالب گم شدنش. واقعا من متاسف هستم که اینو میگم. متاسفانه سرنوشت افغانستان هرگز در دست خود افغانستانی ها نبوده. شعار اسلامیت و افغانیت و فلان فلان یک دروغ بسیار بدی هست که ما در سالهای اخیر شاهد بودیم، چیزی که اصلا برای مردم اهمیت داشته و برای سیاستمدارا و کسانی که در رأس بوده اهمیت نداشته. همین اسلام هست. برای مردم خسارازگان واقعا متاسف هستم. امیدوار هستم که کلی صدای مردم اورزگان شوین. یعنی ما با 25 سپتامبر هم نزدیک میشیم. 25 سپتامبر نامگذاری شده به روز نسل کشی هزارها متاسفانه. حتما در جریان هستین. خب بعدا ما برنامه در زمینه خواهیم گرفت. امیدوار هستم که در وقتا هم در شبکه های شما بیشتر فعال شوین، رساله های باید بنویسین، مقاله های باید بنویسین در سایت های مختلف و اینو باید حمایت شوه. خدا نگهدارتان باد.